شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن. کامبیز هستم و افتخار این رو دارم که دیگر بار میهمان چشم و گوش شما نازنینان باشم. اجازه بفرمایید تا نخست چون همیشه سپاسگزار باشم از دوست و سرور عزیزم جناب آقای سعید بهبهانی که لطف و مهر بیکرانشون شامل حال بنده شدست و این افتخار و فرصت رو برای این مخلص فراهم کرد. باری یاران و گرامیان، چنان که میدانید به روخانی کتاب مستطاب شاهنامه حکیم طوس نشسته ایم و چندی است که داستان سیاوش را با هم پی میگیریم. حکایت بدانجا رسید که گرسیوز برادر بدنهاد رد افراسیاب بنابه دستور رو به سوی سیاوش گرد می رود. از اون شهر بازدید می کند. دیدن جاه و مقام و حشمت سیاوش دل او را به درد می آورد. مضاف بر آن هنرنمایی هایی که سیاوش و ایرانیان در میدان و گوی و چوگان به منصه ظهور می رسانند، هر آینه آتش حسد و کین را در دل گرسیوز شعله ورتر می گرداند و بدین اندیشه می شود که چگونه می تواند به قول عوام چوب لای چرخ کار سیاوش بگذارد و با این حال و اندیشه برمیگردد به سوی پایتخت و افراسیاب تا گزارش کاری به او ارائه کند. اجازه بفرمایید که بیش از این رود درازی نکنم و بشنویم با هم دنباله ماجرا را از زبان پرتوان استاد توس. می فرماید: چنین تا به درگاه افراسیاب برفت و نکردیچ آرام و خواب، چون نزدیک سالار توران سپاه رسید و بپرسید هر گونه شاه، فراوان سخن گفت و نامه بداد، بخاند و بخندید و برگشت شاد. این بخاند و بخندید و برگشت شاد معطوف است به افراسیاب. افراسیاب نامه سیاوش را میخواند، احترامات او را دریافت میکند، طبیعی است که خوشنود میگردد.
اما حال آل گرسیوز جز این است. نگه کرد گرسیوز نامدار، بدون تازه رخساره شهریار. همی بود یک دل پر از کین و درد، بدان گه که خورشید شد لاجورد. بیامد ز پیش رد افراسیاب، به کین و درشتی گرفته شتاب. همه شب بپیچید تا روز پاک، همی جامه قیرگون کرد چاک. بنابراین شب رو بر خود می جکیده. به قول بیهقی گرسیوز، تا اینکه روز بر می دمد و مجددن به پیش افراسیاب می رود. برادر همه شب بپیچی تا روز پاک، همی جامه غیرگون کرد چاک. سر مرد کینه نیامد به خواب، بیامد به نزدیک افراسیاب. زبیگانه پردخته کردند جای، نشستند و گفتند هر گونه رای. بدو گفت گرسیوز ای شهریار، سیاوش دگر دارد آیین و کار. فرستاده آمد ز کاووس شاه، نهانی به نزدیک او چند گاه. ز روم و ز چین نیزش آمد پیام، همی یاد کاووس گیرد به جام. بر او انجمن شد فراون سپاه، بپیچید از او ناگهان جان شاه. اگر تور را دل نگشتی دژم، ز گیتی به ایرج نکردی ستم. دو گوهر یکی آتش و دیگر آب، به دل یک ز دیگر گرفته شتاب. تو خواهی که برخیره جفت آوری، همی باد را در نهفت آوری. اگر کردمی بر تو این بد نهان، مرا زشت نامی بودی در جهان. ببینید چگونه شروع می کند به بدگویی کردن و شوراندن دل افراسیاب. چه نشستی برادر؟ سیاوش دگرگون شده است. دل رومیان و چینی ها با اوست، خودش هم تو گویی هوای هندوستان کرده. به یاد شاه کاووس جام برمیگیرد و طبیعی است برادر. اشاره میکند به داستان سلم و تور و ایرج. تور و ایرج به ماننده آتش و آب بودند، طبق گفته گرسیوز. و این دو را چگونه میتوانستیم ما متصور بشویم که در کنار هم به صلح و صفا و آرامش توانند زیست؟ بودن سیاوش در اینجا، زیستن او در اینجا همچنان حکمی را می‌دارد. بیهوده است این تلاش و کوشش تو، چونان است که بخواهی باد را قایمش کنی، باد را محصورش کنی، باد را در نهفته آوری. و من هرچه کردم دیدم که نمیتونم این راز رو در دلم نگه دارم و به تو نگم. وظیفه من بود که به تو بگم. اما بشنویم افراسیاب. دل شاه از این کار شد دردمند، پر از غم شد از روزگار نژند. بدیهیست که او بسیار آزرده میشود، همچین فکری نمیکرد افراسیاب.
او مهر سیاوش را بر دل داشت، سیاوش را پناه داده بود، به او جامکان داده بود، بر و بوم داده بود، دختر داده بود، او را به تمامی دوست می داشت. چی میگه این گرسیوز؟ چگونه میسره؟ دل شاه از این کار شد دردمند، پر از غم شد از روزگار نژند. بدو گفت بر من تو را مهر خون، به جنبید و شد مر تو را رهنمون. سه روز اندر این کار را یاوریم، سخنهای بهتر به جای آوریم. چو این کار گردد خرد را درست، سر رشته آنگه باید جست. چو سه روز بگذشت، افراسیاب همی زد به تدبیر در آتش آب. ببینید چگونه استاد طوس که به راستی وصف کوچکترین اعجاز اوست، چگونه توصیف میکند. با تدبیر آب بر آتش میزد، سعی میکرد غضبش رو فرو بنشونه، سعی میکرد بر خودش مسلط باشه، سعی میکرد که اجازه نده در حالت عصبانیت تصمیم گیری کنه. او میخواست با خرد ورزی به این موضوع بپردازه و سه روز در این کار کوشید. باری روز چهارم چو گرسیوز آمد بدن، کله بر سر و تنگ بسته کمر، سپهدار توران او را پیش خواند. سپهدار توران خب مشخصا اشاره است به افراسیاب. سپهدار توران او را پیش خواند، ز کار سیاوش فراوان براند. بدو گفت که یادگار پشنگ، پشنگ اسم پدر اینها بوده، افراسیاب پور پشنگ است، منیز گرسیوز. بدو گفت که یادگار پشنگ، چه دارم بگیتی جز از تو بچنگ؟ همه رازها بر تو باید گشاد، به ژرفی ببین تا چه آید یاد. از آن خواب بد شد دل من غمی، به مغز اندر آورد لختی کمی. این خواب بدی که افراسیاب به اون اشاره می کنند همون خوابی است که در آغاز کار یورش ایرانیان و سیاوش، چون جنگ اول را اینها باخته بودن، اون خواب رو افراسیاب دید. با هم خواندیم که از پس این کار اگر او با سیاوش به جنگ بپردازد، آشوب و شکست خواهد بود. و حالا میگوید که در اثر اون خواب من حمله رو متوقف کردم، به جنگ با سیاوش نپرداختم. نکته دیگری هم بد نیست اینجا در پرانتز به خدمت شما عرض کنم، آن این که چگونه است که ما که میگفتیم پیران ویسه صدر اعظم توران میبوده است و افراسیاب بدون اجازه او یا به دیگر بیان بدون مشورت با او آب نمیخورده، چگونه است که افراسیاب این سخن را با پیران مطرح نمی کند؟ در خلال داستان خواهیم دید پیران علی ظاهر در مأموریتی بوده و در دربار حضور نمی داشته در آنگاه که گرسیوز این دسیسه ها را می چیند. از این روز که گرسیوز در واقع نقش پیران را دارد حالا بازی می کند و افراسیاب با او رایزنی می کند. تو دیگران که این گرسیوز برادر افراسیاب است،
کسی پیدا میشه که به برادر خودش گمان بد ببره، اون هم برادری که در لباس دایه مهربانتر از مادر در آمده و داره این گونه دلسوزی ها میکنه برای اعلیحضرت. میگه این راز رو من برای تو آشکارا کردم چون مهر خون بر تو دارم، از یه پوست و گوشت و استخونیم. باری بازگردیم به کلام افراسیاب. میگوید از آن خواب بد شد دل من غمی، به مغزندر آورد لختی کمی. نبستم به جنگ سیاوش میان، نیامد از اونیز ما را زیان. چو او تخت پر مایه بدرود کرد، خرد تار و مهر مرا پود کرد. ز فرمان من یک زمان سر نتافت، ز من او به جز نیکویی ها نیافت. سپردم به دو کشور و گنج خیش، نکردیم یاد از غم و رنج خیش. به خون نیز پیوستگی ساختم، دل از کین ایران بپرداختم. بپیچیدم از گنج و فرزند روی، گرامی دو دیده سپردم به او. پس از نیکوی ها و صدگون رنج، فدا کردن کشور و تاج و گنج. گریدون که من بد سگالم بدوی، زگیتی برا گد بسی گفت و گوی. برو بر بهانه ندارم به بد، گر از من بدو اندکی بد رسد. زبان برگشایند بر من نهان، درفشی شوم در میان جهان. نیاید پسند جهان آفرین، نه نیز از بزرگان روی زمین. زدد تیز دندان تر از شیر نیست، که اندر دلش بیم شمشیر نیست. اگر بچه او شود دردمند، کند مرغزاری تباه از گزند. اگر ما بشوریم بر بیگناه، پسندد کجا داور هور و ماه. ندانم جزان کش بخانم به در، و زیدر فرستمش سوی پدر. اگر گاه جوید گر انگشتری، از این بوم و بر بگسلد داوری. روشن است، میگوید از زمانی که من تصمیم به جنگ با سیاوش نگرفتم و او ترک ایران زمین کرد و به اینجا آمد، هرگز از فرمان من سرپیچی نکرده. من نیز جز نیکی به او نکردم. آنچه در توان داشتم بر طبق اخلاص گذاشتم و به او دادم. حالا بی بهانه که نمیتونم بر او بشورم، و این باعث میشود درفشی شوم در میان جهان. یعنی نامم به بدی در میره، برای همه مردم انگشت نمای خاص و عام میشم. منو با دستشون نشون میدن، میگن این اونیه که بد عهدی کرد. پیداست که افراسیاب نیز در پی نام و ننگ میبوده، برای آبروی خودش ارزشی قائل میبوده. میگوید پسند ایزدی نیست، مردم و بزرگان و مهان اینجا نمیپسندند که من بی بهانه بر گناه بر بی گناه بشورم. چه کنیم بهتره؟ این که صداش کنم بیاد اینجا، بفرستم بره خونه باباشون، برش گردونیم، بدرقش کنیم به سمت ایران زمین. ببینیم حالا گرسیوز چگونه پاسخ می آورد. او در واقع
آرام نمیگیرد تا سر سیاوش را بالای چوبه دار ببیند. بدو گفت گرسی وزی شهریار، مگیر این چنین کار پرمای خار. آقا اینقدر کار را آسون نگیر، به این آسونی هم نیست که شما اونو صداش کنی باشه بیاد اینجا بعدم مدقش کنی بره ایران خونه باباشون. نخه اونطور نیست. بدو گفت گرسی وزی شهریار، مگیر این چنین کار پرمای خار. از ایدر گرو سوی ایران شود، بر بوم ما پاک ویران شود. بر این داستان زد یکی رهنمون، که بادی که از خانه آید برون، ندانند درمان آن را به بند. اگر بد نخواهی تو می نوش پند، به درمان او کی رسیدن توان. سخن بشنو ای شهریار جهان، نبینی از او جز همه درد و رنج. پراکندن دوده و نام و گنج. هر آنگه که بیگانه شد خیش تو، بدانست راز کم و بیش تو. از او خیشتن را نگهدار باش، شب و روز بیدار و هوشیار. چو بشناخت او راه سامان تو، تواند بدی کرد بر جان تو. نبینی که پروردگار پلنگ، نبیند ز پرورده جز درد و جنگ. کار اینجوری نیست شهریار. سیاوش از اینجا برود، چون بر مرز و بوم تو آگاهی پیدا کرده، از کم و کیف کار مملکت تو با خبر شده، در نتیجه نقاط ضعف تو رو خوب بلد شده و از همونها بر علیه تو استفاده خواهد کرد و تو از او درد و رنج و آشوب خواهی دید. و این اشتباه تو بوده است که او که بیگانه بوده را خیش خودت کردی، باش فصلت کردن این اشتباه بود. خب پاسخ افراسیاب. چو افراسیاب این سخن باز جست، همه گفت گرسی و از آمد درست. پشیمان شد از رای و کردار خیش، همه تیره دانست باز. چنین داد پاسخ که من زین سخن، نه سر نیک بینم پدید و نه بن. بباشیم تا کار گردان سپهر، چگونه گشاید بر این کار چهر. به هر کار بهتر درنگ از شتاب، بمان تا بتابد بر این آفتاب. ببینم که رای جهاندار چیست، رخ شمع چرخ روان سوی کیست. وگر سوی درگاه خانمش باز، بجویم سخن تا چه دارد به راز. نگهبان او من بسم بیگمان، همی بنگرم تا چه گردد زمان. چوزو این کجی آشکارا شود، به ناچار دل بی مدارا شود. از این پس نکوهش نباشد زکس، مکافات بد جز بدی نیست بس. حقیقت افراسیاب اینجا آشفته شده، مستعسل شده،
گفتار گرسیوز و دو 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 چارتایی که او برای افراسیاب میچیند را میشنده و به گوش جانش درست مینشینه. راست میگه، نبستی به این دختر میدادم. راست میگه، اینجا تو دستگاه من چه کار میکنه این سیاوش؟ نه این است که از اولاد ایرج است، نه این است که فرزند کابوس است، دشمن خونی من. من چرا به این دختر دادم؟ چرا اینقدر کور بودم؟ چرا اینقدر خام بودم؟ این چه اشتباهی بود من کردم؟ اما با همه این احوال میبینیم که باز هم میگوید درنگ بهتر از شتاب است، بهتر است با عجله در این کار تصمیم گیری نکنیم، بهتر است که او رو صدا کنم اینجا و باهاش رو در رو حرف بزنم، اگر سوی درگاه خانمش باز بجویم سخن تا چه دارد براز، باش حرف بزنم، میگم آقا تو مشکلت چیه، دردت چیه، و اگر اون وقت کجی از او آشکارا شد، دروغ و دبنگ در کارش دیدم، اون موقع دیگه بهانه من مهیاست، اون موقع دیگه پاداش بدی بدیه، مکافات بدی بده. گرسیوز که به اینجا آروم نمیگیره، ادامه میده. چنین گفت گرسیوز کینه جوی که ای شاه بینا دل راست گوی، سیاوش بدان آلت و فر و برز، بدان ایزدی دست و آن تیغ و گرز، نیاید به درگاه تو بی سپاه، شود بر تو بر تیره خورشید و ماه. سیاوش نه آن است کش دید شاه، همی با آسمان بر فرازت کلا. کجای کاری حالا از برد؟ تو خیال میکنی اگه بهش بگی پاشو بیا اینجا، اونم تک و تنها بلند میشه میاد اینجا؟ خیر، این سیاوش اونی نیست که تو قبلا دیدی چو میشناختیش، دگرگون شده، دگر گشته، با سپاه میاد اینجا. سیاوش نه آن از کشتید شاه، همی با آسمان بر فرازت کلا، فرنگیس را هم ندانی تو باز، تو گویی شده است در جهان بی نیاز، سپاهت به دو باز گردد همه، نباشد شبان چون نباشد رمه. با سپاه آمدن سیاوش به اینجا همانا، از بین رفتن تو همان. سپاهی که بینند شاهی چنوی، بدان بخشش و رای و تابند روی، نخواهند از آن پس به شاهی تو را، بره گاو او را و ماهی تو را. بنابراین حتی اون رو نسبت به دخترش فرنگیس هم بدگمان میکنه و میگوید که فرنگیس رو هم تو دیگه اون فرنگیس قبلی در نظر نگیر. دو دیگر که از شهر آباد اوی، چنان بوم فرخنده بنیاد اوی، تو خانیش کیدر مرا بنده باش، به خاری و زاری تناکنده باش، ندیده است کس خفته با پیل شیر، نه آتش دمان از بر و آب زیر، اگر بچه شیر ناخورده شیر، بپوشد کسی در میان حریر، دهد نوش او راز شیر و شکر، همیشه ورا پروراند ببر، به گوهر شود باز چون شد بزرگ، نترسد ز آهنگ پیل ستود. همه این مقدمات، همه این صغرا کبراهایی که گرسیوز برای افراسیاب می نشیند، بیشتر و بیشتر دل او را خالی می کند.
او رو میترسونه در واقع از سیاوش. نمیشه باش حرف بزنی، نمیشه اینجا صداش کنی، نه دیگه بهش اعتمادی هست، داره بر علیه تو توطئه میکنه، شورش میخواد بکنه، با چین و روم مکاتبه داره، با ایران دلخوش کرده، چه حتی دختر تو دیگه دارو دوست نداره، اونو ببینی نمیشناسیش. و این بچه شیریست که حالا بزرگ شده و به طبیعت خودش بازگشته. سیاوش تو بیهوده دلخوش کردی، دل نام دارندران بسته شد، غمی بود پرندی شب و خسته شد. بدو گفت که این رای باید بسی، نیارد شتابن در این هر کسی. همی از شتابش به آمد درنگ، که پیروز باشد خداوند سنگ. خداوند سنگ، سنگ چنان که مشهور است یکی از مظاهر صبوری و بردباری و شکیبایی است. و اینجا باز افراسیاب تصمیم میگیرد که شکیبایی پیشه کند. ستوده نباشد سر بادسار، بر این داستان زد یکی هوشیار. که گر باد خیر نجستی ز جای، مگر یافتی چهره و دست و پای. اگر باد عجله نمی کرد، به خیرگی نمی شتابید، شاید دست و پا در می آورد. بنابراین می بایستی بردباری و شکیبایی پیشه کرد. سبکسار مردم نه بالا بود، اگر چه گوی سر بالا بود. برفتند پیچان و لب پر سخن، پر از کین دل از روزگار کهن. بر شاه رفتی زمان تا زمان، بداندیش گر سیوز بدگمان. بر شاه رفتی زمان تا زمان، یعنی زود به زود تون تون میرفت شاه رو میدید. کی؟ گر سیوز بداندیش بدگمان. هی بیشتر در گوش شاه میخوند، هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شاه رو تحریک میکرد. زهرگونه رنگ اندر آمیختی، دل شاه توران برانگیختی. چنین تا برآمد بر این روزگار، پر از درد و کین شد دل شهریار. سپهبد چنین کرد یک روز رای، که پردخته ماند ز بیگانه جای. به گرسی و از این داستان برگشاد، ز کار سیاوش همی کرد یاد. تو را گفت از ایدر بباید شدن، بر او فراون بباید بودن. بپرسی و گویی بدون جشنگاه، نخواهی همی کرد کس را نگاه. به مهرت دل من به جنبت ز جای، یکی با فرنگیز خیزی درای. نیاز است ما را به دیدار تو، بدون پرهنر جان بیدار تو. بر این کوه ما نیز نخچیر هست، به جام زبرجد می و شیر هست. گذاریم یک چند و باشیم شاد، چو آیت از شهر آباد یاد. به رامش بباش و به شادی خرام، می و جام با ما چرا شد حرام؟ توهی کن دل از جایگاه کیان، برفتن
کمر سخت کن برمیان، برو و به سیاوش بگو که من دلم برا تنگ شده. فرزند، با فرنگیس پاشید بگید اینجا من شما رو میخوام ببینم. اینجا هم بالاخره شکارگاه هست، جشن و سور هست، چرا اینقدر از ما دوری میکنی؟ پاشو بیا اینجا با دخترم و چندی مهمان من باش. باری برا راست گرسی وز دام ساز، صفت رو ببینید، گرسی وز دام ساز، کسی که دام پهن میکنه. برا راست گرسی وز دام ساز، سری پر ز کینه دلی پر ز راز. چون نزدیک شهر سیاوش رسید، ز لشکر زبان آوری برگزید. بدو گفت رو با سیاوش بگوی که این نام بر زاده نام جوی، به جان و سر شاه توران سپاه، به جان و سر و تاج کاووس شاه، که از بهر من بر نخیزی ز گاه، به پیشم پذیره نیایی به راه، که تو زان فزونی به فرهنگ و بخت، به فر و نژاد و به تاج و به تخت، که هر باد را بست باید میان، تهی کردن اون جاگاه کیان. خب این یک، در واقع چگونه عرض کنم، یک مقدمه است از توطئه بزرگتری که گرسیوز بدان اندیشیده. به نزدیکی های سیاوش گرد که میرسد پیغام میفرستد برای سیاوش که تو رو سر پدرت نیای استقبال من، تو آقا خیلی مقام و مرتبت و منزلتت بزرگتر از آن است که بخوای به خاطر هر کسی از جا بلند شی بیای به استقبال من. ازت خواهش میکنم، سوگندت میدم که به پیشواز من نیا، بمون، من خودم میام خدمتت. حالا ببینیم از این چه منظور میداشته، خواهیم رسید. فرستاده نزد سیاوش رسید، زمین را ببوسید کورا بدید. چو پیغام گرسیوز او را بگفت، سیاوش به دل گشت با درد جفت. ناراحت شد سیاوش، چرا اینو از من خواسته؟ به فکر فرو رفت. پراندیشه بنشست بیدار دیر، همی گفت رازی است این را بزیر. یه دلیل داره، یک رازی در این کار نهفته است که همچین پیغامی برای من فرستاده. ندانم که گرسیوز نیک خواه، چه گفت است از من بدان پیشگاه. چو گرسیوز آمد به درگاه اوی، پیاده بیامد ز ایوان به کوی. بپرسیدش از راه و از کار شاه، ز رسم سپاه و ز تخت و کلاه. پیام سپهدار توران بداد، سیاوش ز پیغام او گشت شاد. وقتی که پیام داد که شاه گفته شما و فرنگیس بلند شید بیاید به دیدار من، سیاوش خوشنود شد، چون تا به این جای کار او با افراسیاب چنان که دانسته این هیچ گرفتاری نمی داشته است. افراسیاب رو هم دوست می داشت، با دختر او وصلت کرده بود، بوم و بر او رو آبادان کرده بود، به دانجا پناه آورده بود سیاوش، و این مهر متقابل بود تا پیش از این جنجال گرسیوز. بنابراین از شنیدن و دیدن و خواندن و اون نامه مسرور و خرسند می شود. چنین داد پاسخ که با یاد اوی، نگردانم از تیغ پولاد روی. من اینک به رفتن کمر بسته ام، انان با انان تو پیوسته ام.
سه روز اندر این گلشن زرنگار بباشیم و از باده گیریم کار، که گیتی سپنج است و پر درد و رنج، بعد آن کس که با غم زید در سپنج. و اینجا هم ما میبینیم این کاری که سیاوش میکند پیشنهاد میدهد که سه روز اینجا به میگساری بنشینیم و بعد با کمال میل، با کمال افتخار به دیدار شاه میشتابم. و این عادت به می نشستن در واقع چنان که دیده ایم از رسوم ایرانیان می بوده. بارها در داستانهای رستم این را می بینیم که هرگاه شاه او را فرا می خوانده شتابی به رفتن آنچنان نمی کرده است. در داستان سهراب دیدیم چندین روز به می می نشیند جهان پهلوان، با اینکه کاووس به او فرمان داده بود که تأخیر مکن، درنگ مکن، آب دستت داری ننوش و بلند شو بیا. اما رستم در همون جا هم به می می نشیند و شاید یکی از دلایلش همین بیت زرینی بود که با هم خوندیم که می فرماید که گیتی سپنج است و پر درد و رنج، کار دنیا، کار این دنیای فانی، دنیای سپنج پر از درد و رنجه. بعدا به حال کسی که این دنیای پر درد و رنج رو با غم زندگی کنه، با اندوه زندگی کنه، ای بهتر که این چند روز زندگی رو به شادی بسپریم، به نیکی بسپریم. این است که ایرانیان چنان که دانسته است از دیرباز مردمانی بودن شادزی، مردمانی بودن نیکخواه و نیکندیش و نیک گفتار و نیک کردار. باری بازگردیم به داستان. چو بشنید گفت خردمند شاه، بپیچید گرسی و زکین خواه، به دل گفت در ایدون که با من به راه، سیاوش بیاید به نزدیک شاه، بدین شیر مردی و چندین خرد، گمان مرا زیر پی مسپرد. سخن گفتن من شود بی فروغ، شود پیش شاه چاره من دروغ. یکی چاره باید کنون ساختن، دلش را به راه بد انداخت. وقتی که سیاوش دید، گرسیوز دید که سیاوش با خوشنودی هرچه تمام تر این دعوت را پذیرا شده است و امروز فرد است که را بیفته باش و بیاد به دیدار شاه، با خود اندیشید خب اگه این برسه به خدمت شاه که مشت من باز میشه. مردی به فرهنگ و دانش و هوش سیاوش بلده چجوری سخن بگه و از حقیقت دفاع کنه، در نتیجه دروغ من آشکارا میشه. چه کنم؟ چاره ای بایست کرد. حال وقتیست که بایستی دل سیاوش رو بر شاه بدگمان کنم. در واقع همون داستان مشهور و قدیمیه تفرقه بنداز و حکومت کنه، از اون طرف دل افراسیاب رو بر سیاوش بدگمان کرده، حال میخواهد دل سیاوش رو سیاه کنه. زمانی همی بود و خاموش بماند، دو چشمش به روی سیاوش بماند، فرو ریخت از دیدگان آب زرد، به آب دو دیده همین چاره کرد. شروع کرد گریستن و این گریه عجیب اسلحه است. بسیار کسانند که با دیدن گریستن کسی دیگر دلشون به درد میاد و این البته یک انسانیتی درش نهفته است. بنده عرضم نیست که نبایستی با دیدن گریستن کسی دیگر به درد آمد.
منظور مخلص این است که چگونه گرسیوز نقش خودش را به درستی و به تمامی بازی میکند. شروع میکند به گریه کردن، خودش را اندوهگین و غصه‌دار نشون میده. فرو ریخت از دیدگان آب زرد، به آب دو دیده همی چاره کرد. سیاوش برا دید پر آب چشم، به سان کسی کوبه پیچد ز خشم. بدو گفت نرمی برادر چه بود؟ غمی هست کن را نباید شنود. گر از شاه توران شدستی دوشم، به دیده در آوردی از درد نم. تو چرا ناراحتی؟ چرا گریه میکنی؟ از شاه ناراحتی؟ بر ایدون که نزدیک افراسیاب، تو را تیره گشته است بر خیره آب. به گفتار مردی دروغ آزمای، کسی از تو برتر گرفته است جای. همه راز این کار با من بگوی، که من باشمت زین غمان چاره جوی. بیایم همه کار آسان کنم، دل بدسگالان هراسان کنم. و دلداری میدهد به گرسیوز، در حقیقت با او همدردی میکند و میگوید که چرا تو به انسان ناراحتی؟ آیا از شاه ناراحتی؟ آیا کسی سعایت و بدگویی تو را نزد شاه کرده؟ کسی جای تو را گرفته؟ غمت رو با من بگو و من میتونم این مشکل تو را حل کنم. من دلجویی میکنم از شاه به جهت تو و مشکلات را حل میکنیم. باری یاران، باز هم وقت از دست ما گریخت، وقت ما به اتمام رسیده است. با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و شادی و پیروزی برای یکایک شما نازنینان، همه شما گرامیان را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دو صد بدرود و پاینده ایران.